باشید که کرونا میکشه همینطور، ولکن معامله هم نیست، مواظب خودتون باشید. این کرونا اومده ماندگاره، نمیره سفر، میمونه. سال به سال هم تازه دست پرورده تر میشه، حرفه ای تر میشه، چون هدف اینه که بالای 65 سال ها که بدنشون ضعیفه، که اینا بردن خرج برمیدارن برای تامین اجتماعی های دنیا، چون تامین اجتماعی بهتون گفتم بلاک روک اینا رو کنون دارم، منیجمنت ساروس اینا رو گوش کردین، سایروس اینا رو گوش نکردید برید دوباره گوش کنید. اینها همه در دراز مدت در جهان یکی میشه، از یه صندوق وابسته به یک پول میشه، اینا هم همه الان دارن بر اونا کار میکنن. و بعدم این هست که خلاصی بالای 65 سال ها که بدنشون ضعیفه، 4 تا 5 تا بیماری دارن و خوب ورزش نمیکنن، غذا بد میخورن، اینا در این 10 سال اخیر میمیرن و کرونا همینجور وجود داره. ماسک بزنید، مراقبت کنید. در ایران روزی خودشون گفتن ها، اینو من نمیگم، خود رژیم رسما اعلام کرده که در ایران روزی 100 نفر کرونا آدم میکشه. وزیر گفته 100 تا بیشتر است. به همین خاطر باید مواظب باشید عزیزان من، دارن میکشن، شما مراقبت کنید از خودتون و از همه چیزتون. این یادتون نره که بهتون گفتم. بعدم همون بارها گفتم که یک توطئه جدیدی دارن چه میکنن که بگن همه این کارا باید هی بندازن تو گردن یه کسی. یارو دزدی میکرد گفت ما نبودم، همسایه‌ام بود. کی انقلاب کرد؟ ما نبودم، همسایه‌ام بود. الانم آقا اینا قتل عام‌ها کردن در داخل و خارج از کشور. آمدن اون روز خود خامنه‌ای آمد گفت سعید امامی بوده، یهودی هم بوده، سعید مال اسرائیل هم بوده، سعید امام بود. آقا سعید امام رئیس دفتر خودت بود، سعید امام همه کار خانه خودت بود، زن و بچه تو رو اون میبرد سفر تعطیلات، اومد رو اونجور تعطیل سعید امام رو دادن. قاسم سلیمانیشون هم زدن که به آمریکا بگن آقا ما چاکر میبریم مذاکره میکنیم، مزاحم مذاکره این باشه. خود اینا گفتن گفتن مذاکره میخوای بعد با قاسم سلیمانی بکنی، میخوای با ما مذاکره بکنی، بعد اینو ورش داریم، اونو برداشت. حالا در سطح جهانی برای که توجیه کنن و مخالفین خودشون رو واقعا پاک کنن، از بین ببرن، و اخیرا اینه که آقا این ترورهایی که انجام شده خارج از کشور، همه مجاهدین خلق کردن، اصلا ترورها همه مجاهدین خلق کردن داره میگه رژیم. و این هم اسنادش، آقا فریدون فرخزاد میخواست بیاد ایران، آقای عباس سلیمی نمین بچه دریادل مشهد، رئیس سابق کیهان هوایی صحبت کرده، میگه آره با من تماس گرفت. میگه حالا اینا من تو پرانتز بگم، اگر فریدون میخواست بره ایران، همه ما میخواییم بریم ایران، هممون آرزمونه بریم ایران، چرا نتونیم بریم ایران؟ عشقمون وطنه. ولی همین خط، همین سیستم، خط ولایت فقیه جمهوری اسلامی 40 سالی که نمیخواد بذاره ما بریم ایران، راهمون نمیده، ما خواستیم بریم راهمون ندادن. وقتی هم میریم مثل غفار حسینی، مجید شریف و دیگران ما رو میکشن. این رژیمه که نمیخواد بره ایران. فرخزاد بعد میخواست بره ایران، به منم گفت میخوام برم ایران، لس آنجلس خسته بود، از این ور خسته بود، از همه خسته بود. بعد ما میگه کشتن، اومدن خودشون کشتن، از ایران هم میاد. بعد اینا میگن ها مجاهدین خب تو ایران هم قوی هن، خاطر از خود ایران میفرستن که بعد دوگونه اونم دستگیر بشه که رد ایران باشه، بگن جمهوری اسلامی تروریست. آقا اگه تو شما اپوزیسیونتون اینقدر قوی است، از آمریکا به قول خودتون اسرائیل گرفته، از همه تو دنیا این مجاهدین خب قوی تر است، خب چرا بهشون نساختین؟ چرا چهار تا پارلمان مجلس به اینا کرسی ندادید، اینا رو بردید زیر زمین؟ این صحبت های اخیر آقای عباس سلیمی نمین خیلی بوداره، خیلی حساسه، و من گمان میکنم که اینا یه قتل عامی رو در نزدیک سازمان دارن، جانشینی خامنه‌ای رو میخوان اعلام کنن، دارن یک زمینه میسازن که یه قتل عام دیگه بکنن، حسابی صاف کنن. حرفای آقای سلیمی خیلی بوداره. یه داستانی که خیلی معروفه، من چند وقت پیش از آقای شکوهی خوندم، ماجرای درخواست و تماس تلفنی فریدون فرخزاد برای برگشتن به ایران. این ماجراشو میشه تعریف بکنید که چی بود قصه تماس آقای فریدون فرخزاد با کیهان هوایی و درخواستش برای برگشت به ایران؟ یکی از کارهایی که ما توی کیهان هوایی کردیم ارتباط با مخالفین در خارج کشور بود. یعنی مطالبشون میزدیم، با هم بحث میکردیم. ما یه طرفه نمیزدیم، ضد انقلاب رو میزدیم که مثلا به شدت مبانی انقلاب و مبانی نظام رو زیر سوال میبرد، یا امام رو زیر سوال میبرد، در مقابل جواب میدادیم. علاوه بر این از مطالب نشریات خارج کشور هم مطلب میزدیم. این باعث شد که نامه مینوشتن، بحثاشون رو مطرح میکردن. یه روز من
تو دفترم بودم، ماشین گفت که از خارج کشور تماس گرفته این آقای فریدون فرخزاد. من گوشی گرفتم، ضبطم کردیم، ما ضبط میکردیم اون موقع، ما چون کارمون حساس بود همه رو ضبط میکردیم، کلمات خودمون ضبط میکردیم. دلیل هم داشت، چون همه بچه های خبرنگار هم گفته بودم ضبط کنم. با وزارت اطلاعات هم همین کرده بودید اون وقته؟ نه، بعد صحبت کردم، من گفتم من فرخزادم، من درسته رفتم توی اردوگاه های مجاهدین خلق، ولی رسیدم به اینکه اینا خائنند و میخوام جدا بشم، من میخوام بیام ایران، چون به جد چیز بود که بیاد ایران و تبری میجست از اینکه رفته تو اردوگاه های اسرا برای منافقین برنامه اجرا کرده، ابراز ندامت میکرد و اینکه اینا جریان سالمی نیستن و جریان خائنی. متاسفانه بعد که توی مؤسسه پیچید که فرخزاد تماس گرفته، این بچه های تحریریه که آن اومدن گفتن که این حوار بدیم ما گوش بدیم، ما گفتم آن این حوار تنها مورس سنت ماست، بودن هم بدیم فقط گوش بدیم و بدیم در تو تحریریه و گوش بدیم. بعد بعد اومدن گفتن که ما اشتباهی و رکورد دست زدیم و پاک شد. اینقدر من عصبانی شدم و ناراحت شدم که بعد مدت کوتاهی ایشون به طرز فجیعی کشته شد و این نوار خیلی برای ما مهم بود که مشخص میکرد که کار منافقین این کار، و متاسفانه سند رو از دست دادیم. محمد رضا شاه، آن پادشاه سربلند آزاده، یک دروغ در زندگیش نگفت، یه قول وعده خلاف نداد. من به علیرضا میگفتم که تو همیشه باید افتخار کنی، پدر تو تنها شاهی بود که در طول تاریخ یک دروغ نگفت. گفت تو مطمئنی؟ گفتم یزدان گواهی یک دروغ نگفت. سیاوش بشیری پیش از اینکه این صدا و اینا باشه و اینترنت، کتابای